خوش آمدید عزیزان به ویژه برنامه آشپزی. امروز عید همه شما مبارک و عید قربان به تمام هموطنانم تبریک میگم، خصوصا برای نیروهای امنیتی ما که شب و روز زحمت میکشند تا ما آرام باشیم. عیدتان مبارک و یک سلام از اینجا خدمت شما تقدیم میکنم. عزیزان روز عید است و در عید همگی میهمان میداشته باشه، پس ما هم میهمان داریم. میهمانای بسیار خوب و ناز و میهمانای بسیار مهربانه که همراه خود عیدی هم آوردن. گرچه مرا میگن تو کلان شدی، حالا عیدی نمیتین، تو باید عیدی بیتی، ولی اینا عیدی آوردن. ای که عیدی چی آوردن بعدا برای شما میگیم. میهمان عزیز ما رشاد جان شیوا، خوش آمدی رشاد جان و عیدت مبارک باشه. خدایا برای مادران و خواهران ما اقتدار و بزرگی حضرت عایشه صدیقه و فاطمه زهرا را عنایت بفرما. برای پدران ما توقیف بندگی مثل حضرت ابراهیم خلیل الله را عنایت بفرما و بر جوانان ما قربانی در راه خداوند و مانند حضرت اسماعیل ذبیح الله را عنایت بفرما. سلام خدمت شما و خدمت تمام عزیزایی که همین لحظه بیننده برنامه هستند، برنامه ویژه عید امرای بشیر جان. سلام تقدیم میکنم، عید برشان تبریک میگم. امیدوار هستم که تمام روزهایشان مثل روز عید خوش باشه، صحتمند باشن، سلامت باشن و در کشور ما یک صلح و آرامی برقرار شه انشاءالله. بله رشاد جان، یارا انمی صلح صلح گفته صلح گفته بیخیم زبان ما شورید، نمیفهمی صلح چه وقت میه. صلح وقتی میه که ما خوب خدا خوب بگوییم و بعد خدا بد. واقعا و ازا یک پیام دوگان پیش از شروع برنامه برای کسایی که قربانی میکنن، یک پیام دارم که ازا قربانتان شم، صدقیتان شم. وقتی که قربانی میکنی امو شکمبه و یکان چیزای گوسفند میباشه، گو میباشه که به دردتان نمیخوره، لطفا از این خلطای سیاه کلان پیدا میشه یک تا دو تا زیره یک جای گذاشته و انمو توفالش و سرگینش و همه چیزش که هست اونا رو داخل خلطه انداخته سرش بسته کنی. اگر او رو داخل زمین دفن کنی خو خیلی بهتر و خوبتر میشه. در غیر از او اگر امرو را گرفته همین رقم داخل باطلدانی بانه امرو با پلاستیک بسته کدگی باشه، او هم باطلدانی هایی که سرش بسته میشه یا موتره شاروره که میاد داخل از انداخته، این بهتر و خوبتر میشه. از یک طرف کروناست، از طرف دیگه قارچ سیاه آمده که همه گیره و تشویش ساخته و مثل از این هزار ویروس و هزار مشکلات دیگه داریم. کم مشکل داریم که آلایی هم اگر دهید انداخته شه بوی تفن از زیر سیکو، این مرداری از زیر سیکو که خود مردم اذیت میشه، خود ما اذیت میشیم. پس همین بهتر است که داخل خلطه انداخته در یک جایی که منظم، یک جایی اگر دفنش کنی خوب بهتر است، بر درخت ها و بر سبزیجات خیلی خوبتر میشه، خود از یک فایده بر از اونها میرسه. در غیر از در دو سه پلاستیکی که تو نشه که حیوانات وحشی دیگه که در کوچه و سگای ولگرد چیزی که میباشه او را آمده پاره کنن و پس بی بی که مو از بعد بدتر دستر سرک باشه، پس متوجه اگر باشه بهتر و خوبتر میشه، به نفع خود ماست. پیام بسیار خوبی بود، واقعا مردم باید متوجه باشن که در عید قربان خیلی مشکلات ایجاد میشه. خوش آمدی باز هم در برنامه ما. کجا رفتی؟ عید مبارکی امروز کسی کدی؟ میمان آمد نامد؟ عید چه رقم آغاز کردی رشاد جان؟ بشیر جان خدمت شما عرض بکنم که ما خب همین وظیفه که به عهده ما سپرده شده از طرف مردم ما رو به عنوان آوازخوان انتخاب کردن، رسالت خود بدانیم که در قدم اول با رسانه هایی که لطف میکنن، زنگ میزنن، دعوت میکنن در خدمتشان باشیم و از طریق برنامه هایشان در خدمت مردم خود باشیم و تا جایی که برای ما تایم اضافه باشه میتونیم که خانه خیش قیمون بریم. اکثرا دوستان رفتیم دیدیم جایی که رسیدیم برشان و کسی که مثلا رفتن نتونستیم میفهمن که ما هستیم، در رسانه هستیم، برشان از این جایی تبریک میگم. خدا کنه که از ما آزرده نباشن، مثلا چرا نامد که مثلا هیچ وقت ما راضی به این نیستیم که در مورد ما یک تعبیر دیگه شوه. میفهمن که ما مجبور هستیم که رسانه بیاییم و از طریق رسانه در خدمت مردم خود باشیم. بله این خوب بهتر خوبتر میشه. ما رو خوب میبینید که امروز چرا هم ساده ایده تجلیل کردیم. بله ها میوه خوشکید ناوردیم به خاطر از اینکه شرایط خرابه، ضروری نیست. اگر بگویم ما در برنامه پیسه نداریم، داریم پیسه، ولی ما میخوایم از اینجا نشان بدیم که ضرور نیست که ما میوه خشک بریم دسترخوان بسیار کلان آوار کنیم چون کروناست. بسیار جان در کشورهای دیگه وقتی که میگن که قرنطین
دیگه کس حق برآمدن نداره. ما هیچ کار ما رو اصول قانون نیست نه. از اونم خاطر بهتر است که حداقل به خاطر حفظ جان خود ما، به خاطر خود ما، به خاطر حفظ جان خود ما رعایت بکنیم. و اگر مثلا ما خودت دوست دارم نبیایم ایت پیشت، اگر من مشکل نداشته باشم، خودت مشکل نداشته باشی، در راهی که من میایم شاید برام یک مشکل پیدا شوه، انتقال بکنم به طرف شما، یا مثلا شما به طرف من میایین در راه مثلا ملوث شوین با همین ویروس برام انتقال بتین. و پیام بسیار خوبی است. ما دوستان اکثرا گفتیم، ولی خواهش هم میکنیم که هیچ کدوم گپ دیگه نیست. بله. به خاطر از اینکه ما شما ده هر ایت خریدیم و از شما هم خوردیم، شما از ما هم خوردین، اینطور نیست مثلا که به خاطر مصرف شده باشه، ولی رعایت بکنیم خیلی خوب است. بله. خب غذا این قسمت بخش جوس هم داره، میوه تازه هم داریم و غذا هم آماده میسازیم. که جوس را شاجان گفتم من خودم آماده میسازم. به همکاری خودت. همکاری. یکم همکاری میکنم. خب کدام آهنگ فعلا مد نظر گرفتی؟ یک آهنگ قطغنی براتون اجرا میکنم. پس شروع میکنیم. بسم الله گفته. افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، ای رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا، ای قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا، رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، ای رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا، ای قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا. چشمت بادامی سیاه، ای خرمن موتا کمر، چشمت بادامی سیاه، رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، ای رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا، قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا، ای قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا. در دستای تو ای چوری های رنگ رنگ میزی و در دستای تو دوستان اسپند کنن سر و بلند و ناز را دوستان اسپند کنن سر و بلند و ناز را دخترک وطنین دلبر تر ناز را ای دخترک وطنین دلبر تر ناز را رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا ای رخت افغانی وطن کردی سنم خندیدم یا قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا ای قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا ای قطغنی بخانم رقصیده رقصیدم یا. واه واه
بسیار مزه‌داره، بسیار خوبش. یک جان تشکر. رشا جان، نگفتی شعر کمپوزش خودت آمده ساختی؟ شعر آهنگم خودم نشته کردیم و کمپوز آهنگم خودم ساختیم. بله. واه واه، نام خدا، چقدر مقبول، چقدر خوب آمده ساختیش. واقعا خیلی خوب آمده ساختی. اینا نگفتی در چقدر وقتی شعر آهنگ آمده کردی؟ والا خب مترات بشی جان که شعر خود یک دفعه‌ای مثلا میآید، یک چیز آدم در ذهن آدم میگرده، آدم نشته میکنه، باز میبینی بعدن میبینی که یک جاش باید اصلاح شوه، مثلا کم شوه، زیاد شوه، واژه تغییر بکنه، مثلا که با هم دیگه مثلا مطابقت داشته باشن، یک ربطی به هم داشته باشه، آستایی با انتره، انتره با انتری بعدی، مثلا این قسمی زمان میبره، حداقل مثلا یک ماه، دو ماه. تو وقت میشته مثلا که یک تصنیف مثلا در قالب کمپوز تا 4-5 ماه وقت گرفته تا آماده ساخته، زمان برده. عزیز، چی بهتر است که یک فکایی از آوازخوان ما بشنیم؟ فکایی به خدا هیچ استعداد ندارم به وشی جان دیم نه دیگه فکایی گفتن امر کنم شک یاد داره نموره بگو برای ما هر کدامش هست یک فکایی که نگوی نمیشه. یک فکایی بسیار کوتاه میگم، خدا کنه که دیگه باعث خنده شما شوه، از شما و از بیننده‌های عزیز. نه میشن بسیار کوتاه، مثلا مقصد بسیار کوتاه میگه، یک روز چلپاسک رفته بود پیش آینه، گفته بود الو اون چلپاسک، خلاص شد. عزیزان میره قمیرم یک وقفه کوتاه و دوباره برمیگردیم. بسیار خوش آمدین دوستای عزیز، خدا کنه که تا این لحظه برنامه را تعقیب کرده باشین. برنامه ویژه عید است با رشاد شیوا و بشیر جان، یعنی با بشیر جان و رشاد شیوا. چه رقم بود، خیر خیر، من میزبان شدم، خودت مهمان. رشاد جان ما آنوس دادم دیگه. خوب کردی. اگر این رقم اگر یک داد خیلی وقت بود من میفهم جای من رو میگیری. نه تو خب او دوستار تخ کردن نمیتونیم بشی جان، مقصد خواستم که برنامه کم جالب شوه، دوستار دق نبیارن، خسته کنم برشان تمام نشه. روزی اید از خود گفتن که اینا آمدن اینجا داستان سرمنگسک چیز میکنن، قصه میکنن، یکان خنده باشه، یکان شوخی باشه. اصل کار کردی امیجا هم که دوستایت یا همکارت بگویم یا یک دوست بسیار نزدیکت میگه قصه سرمنگسک هم یاداری؟ ما چون برای ما اون میگن یاد دارم، بگویم بگو تو. خب قصه سرمنگسک یاد دارم، بگویم یا نگویم؟ بگو. خب نه بگو رو نمیفهم، قصه سرمنگسک بگویم یا نگویم؟ حالا خوب بدر، خب بگو دیگه. حالا خوب بدر، بگو رو یاد ندارم، میگم قصه سرمنگسک یاد دارم، بگویم یا نه؟ خب سر تو خرزی میره اینه نیگه پس. یه قصه سرمنگسک اینه نیست، حالی که بگویم نفر میگه بگو، میگه نه بگو یاد ندارم، قصه سرمنگسک یاد دارم، بگویم یا نه؟ همین رقم ظفر جاویدم در یکی از برنامه مهمان ما بود، سرشمانیم که فکایی بگو، خب یک فکایی که گفت باز دمه اما گپ هم طرف فکایی برد و طرف همه یه دقیقه خنده کنیم و گپ ها برد گپ میزدیش که خب حالا این مثال مواد جور کردیم، خب میگه که جور کردی با چی میشه، خب اینه که جور شد باز داخل میکسر، خب داخل میکسر کندختی با چی میشه، خب آخر خورده میشه این رقم میشه رقم، خلاص گپ یکان ده دقیقه نمی رقم گفت آخرش چی میشه. دفر جان نام خدا بسیار روز زین داره، بسیار دیگه دفر جان دیگه است. هیچ گپ بند نمیمونه پیشش. نه 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 حالا من اینا رو جور کردم چیکارم، جوسه گفتی جور کن چیکارم باشه آخر، بیایم امروز جور کنم، بیا برنامه رو شروع کردم، میتونی که شروع کنی و خوش آمدی بگوی، حالا جوس هم جور کن. خب جوس میکس جور میکنی دیگه، از یک میوه نیست دیگه، از چندین میوه است دیگه. عالی رفت، خودت گفتی که رشاد جان که خودت گفت امام است، شفتالو هم است دیگه، امید دو دارم مکس میکنی؟ بهش کدوم چیز دیگه هم دوینش میدازی؟ خب ایره من خودت خواستم که چرا خم جور کنیم، مرا گفتی که چی میوه داره، اینی میوه است که تار است دیگه، چی بندازیم؟ خب منظورم این است که اگر مکس جور میکنی که دو سه میوه جور بکنیم، اگر نه که میخوایی که تنها از ام جور بکنیم که تنها از ام جور بکنیم. نه حالا رشا جان، خب یعنی از کدامش اضافه کنیم، چرا خم جور میکنی؟ خب ببین حالا خیر از کاش پزستی، حالا خیر از کاش پزستی، خودت پز گرفتم خودت، حالا خیر از کاش پزستی. خب اینطور میکنیم که ما به همون مقداری که ما اینجا ام و شفتالو داریم، به همون مقدار دیگه اون اینجا چیز هم داریم، یخ هم انداختی و دانای انگور هم معلوم میشه بشیر جان، ما این را مندازیم، اگر بخواییم که کمک مقدارش بیشتر شود
شیر هم میتونیم اضافه بکنیم و به خاطر از اینکه مثلا بخوایم که شیرینی شکمه که خوب شود، عسل هم میتونیم بندازیم، مثلا بوره بندازیم در بینش دیگه. اینا زردک هم دیگه میخوایم بندازیم. دوستای عزیز، جوس نوبرآمد است، مکس امرای زردک، اختراع بشیر جان است. اختراع خودش است. شاه جان خودش گفته بود که برای من جوس آماده بساز. نه بندازش. بخود دسکش نفر میخوای خودت یک کار بکن بشیر جان که. خب من دسکش دارم، فقط به من بگو چیکار. فقط شما اینو میاره بندازین داخل جوسر. خب اینا این جوسر خیمامت مربوط نمه نیست. اینم کاغذم میگه کوسوکو. اینجا میمونمش. خب این شفتالو. ایام بازم شفتالو، بازم شفتالو، بازم شفتالو، خب بازم شفتالو، کل شفتالو، کل شفتالو. یا مام یا رقم مام چسبیده ایجا، یا مام ایشام مام ایشام مام ایشام جوسم. خب چی یک جوسی داشتیم. خب به خاطر از اینکه امی غنزت از این رقم شبه که رقیق تر باشد، یاد غلیظ نباشه، مثلا که میخوایی خالی بکنی حداقل بتونیم قابل استفاده باشه، کمه که شیر مندازی یا او مندازی در بینش بنداز مکسش که خلاص. روغن هم پرتیم؟ نه، روغن هم با پسان مندازیم. خب روغن هم که سرخ میکردیم مندازیم، سیر هم خدا داره نه؟ آه سیر هم با پسان مندازیم. سیر هم پرتیم؟ نه پسان گفتم. خب نمک صحت هم داریم، نمک صحت پرتیم پسان باز مندازیم. اینا یک کمک او مندازیم مکسش میکنیم بخاطر که کمک رقیق شوه. نه با جای هم اگه شیر پرتیم چی میشه؟ چی مندازیم؟ شیر. شیر هم مندازیم میشه. ما برم شیر برم. شیر گاو برم یا گوسفند؟ یا گوز؟ هر چی که میاری. خواه. از شیر شیری چیز نمیشه. تو با جدا نشدی از شیر ها. هر شیری که خوشت میه. اینجا جان هر قمی بخور که در گاو بگیری نمیشه. هر شیری که به طب سازگار است. از همون بیار. شیر گوستن میاری. شیر دخچال از خودت خیبی بی که اگر کدام میوه دیگه هم مندازی که ما رو مندازم. ما از دخچال اینا رو بیارم. خورما هم داریم رستی. خورما بتانیم مندازیم. خورما رو بریم که خستایش جدا بکنیم خورما میکنیم مندازیم. به خاطر شیرینیش گفتم نه؟ آش. خودت هم شیرین. ایران مقدر شیرین میخوری؟ نه من شیرین نیستم، من زنبور نمیخورم. چی میگی؟ اینی هم شیر بس هست؟ نه بس هست، بس باش که یک دو نفر بس هست با زیاد مندازه. هیچ یک دو نفر دکه هم هسته حالا برزونا نه تو خدا تیم زیاد هست. اوه 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 از خود میوه کده جوسش زیاد شد. نه او مکس میشه، او مکس میشه، یور میشه. خب بگی خیلی یک ذره کمک شون. من خود دسکش ندارم، نه خیره؟ آه خیره هست، فرق نداره. سانیتایزر رو جد زدن برای دستایتا شوش چی دیگه؟ چی مشکل دارم؟ آه این یک دانه خورما میفهمی؟ خورما چقدر قوی است و چقدر فایده داره؟ این نباشی جان بس هست؟ برو بس هست. نه که نانو علی رو خو میشناسی؟ علی دبالاک هستم. آه علی ایدری. بله آه میگه گشنیز هم پرته. نه او را پسان گفته، دکه چیز گفته او را گشنه شده بر از او هر چیزی که میخواه میگه بندازی. بس شست نی؟ نه اگه بسش نیست دوگاه هم یک دارم تخم هم از تخم بندازیم؟ نه تخم پس هم بازم تخم با نیمرو میکنه. حالا باش که باد نشه سر باش از این یکان دفعه مکس شده اونه صحیح مکس شده نی؟ اگه دلت نشده باز هم دیگه مواد بندازیم. نه بس از دیگه جایی نمیشه دیگه مواد کجا بندازی؟ خب رشا جان میگه اول زمزمه که باز جوس زمزمه کنم. یک آهنگ ما شیرش انتخاب کردیم از شاعر بسیار خوب جواد فاضل است. ما آهنگ ساختیم و تا این بر اولین بار اینجا بر شما آهنگ زمزمه میکنم. امیدوار هستم که همینجا آهنگ محفوظ بمانه و تا که ما تصمیم بگیریم آهنگ رو بخوایم ثبت بکنیم بسازیم که یک نفر دیگه اجرایش نکنه. نه 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 برو دیگه یک آهنگ است به نام خداحافظی. ما فقط یک آسایش زمزمه میکنم صحیح کوتاهک. با خدا حافظیه تا
تلخ تو سوگند نشد، با خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد، که تو رفتی و دلم ثانیه بند نشد، که تو رفتی و دلم ثانیه بند نشد، با خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد. بابا شو خود بقیت میکنی آهنگ آهنگ با دلت نبود یا جوز؟ چی دقیقا مزه میتا؟ یه خود آهنگ یک مزدار بود، من به شوق آهنگ برو کتمی آهنگ مزدار یک گلاس جوز هم بگیرم. یه رقم توی؟ یه خود رقم کردی من گفتم خیلی دانم به مزه بود. چی یک دفعه جوز خود؟ نمک است ایست نه؟ خوبش هست؟ میفهمی چرا مزید نمیتا؟ بخاطر اینکه من گفتم که دایی بخاطر شیرینی از این باید یا عسل بندازی یا بوره. خب نگفتی برای من گفتم بتا من عرض کردم در اول گفتم بخاطر شیرینی بیشتر از این گفتی خرما داریم گفتم خرما بیار آره خرما من داختیم گفتم خواه. که در بینش یا عسل بندازیم یا بوره که شیرین شود طعمش خوب شود نه؟ نه باز یک چیز دیگه هم از روشا جان یکی خواهم شیرینی خودش ضرر داره باعث چاقی میشه خب عسل خود ضرر نداره عسل و مال اصلیش که پیدا باعث میشه باعث چاقی میشه خب اصلش پیدا نمیشه خب به این خاطر یعنی چیزی که هست اون کافی است نه خب مزه‌دار است تو نیست که مزه‌دار نباشه مزه‌دار هست ولی فکر کنم که خودت زیاد شیرینی را خوش داری که مزید نمیده یه طعمش می خوش است می حالا می خوش یعنی خوب است خوب است هم از اگر واسه پرسون کنی خیلی مزه‌دار خوبش است همین اندازه شیرینیش و همین اندازه کفایت میکنه کفایت میکنه به خاطر از اینکه اگه میگم جان لهام بگیم بیا بچسا که بخورک شکست نیست نه برو برش اینجا که بستر میمونیم برای حیدری یا میمونیم برای رامشا میمونیم خب حالا شروع برنامه رو شروع کردی خب وقت فرام میگی دوستای عزیز با خوردن همین جوس اینی کم نیم حسین بعد وقتی کوتاه میریم زود برمیگردیم شما کانالم بدل نکنین دیگه جایم سیل نکنین منتظر ما باشین برمیگردیم در خدمتتون هستیم بله
پوز چارگل کلی بالی تو سرپیز وان پوچ گپوز چارگل امیل پغاڑ لونگین سوندی زوندی خوان کبی تو سر دنگی چکو شملو سر زلمی خوان کبی پاولو ڈک مست پیغلو افغانی خوان کبی سلونگی چکو شملو سر زلمی خوان کبی سلونگی چکو شملو سر زلمی خوان کبی تپی واده تا مست شاعری خوان کوی وسلونگی چگو شملو سر زلمی خوان کوی د پاولو ڈک مست پیغلو افغانی خوان کوی وسلونگی چگو شملو سر زلمی خوان کوی وسلونگی چگو شملو سر زلمی خوان کوی بابا نام خدا آفرین چقدر مزه‌دار و چقدر خوب اما بسر لونگیو پسر لنگی جگ و شملو سر زلمی خان کوی زلمی خان کوی جوان امرای لنگی شف بالا میگم نمود میتن خواه همه تو به شکل تاجی که میزنه خان کوی خیلی مزدار خیلی خوب شد آفرین آهنگ شیر کمپوز از خودت نخیر شیر از ای از دوست بسار خوبم جناب فضل رحمان وحدت از که شعاری بسار شیر زبان ما شما که بسار چیزان دارن سابقه هنری هم دارن و شعرهایش هنرمنده بسیار خوب با هم خواندن مثل نغمه و اینا و کمپوز از یه آهنگ فولکلور است کمپوز سمت جلال آباد است دیگه بسیار عالی خوب است رامش جان نگفتی که جوز خنوش رو جان کردی از غذا کدام غذا زیاد خوشت میاد چی جور کنم برد والا من خو اعتراض که خودم هم کمک با آشپزی دسترسی دارم یعنی میتونم آشپزی بکنم اگر کدام وقت تناوانم گشنه نمیمانم چیزی که خودم بخوایم تخوانه درست میکنم موادش میارم درست میکنم پخته میکنم میخورم دیگه اینال خودت هر چی که میتونی بپزی و موادش پیشت از رسرست هست پخته که ما حرفی نداریم ها. اگر شاگرد کار داری که بایم کدت کمک هم بکنم خب مواد همه چیز داریم خودت پخته میکنی؟ ما اصلا کمکت سر من انداز دیگه کار خودت هایی چیز هایی میگه خودت هستی خودت پخته کن پخته میکنم گفته علی جان جواب هستی آه خلاص میمان هستی بر تامان رسید مثلا خودت هم جواب هستی دیگه اگه شاگرد کار داری میتونی یک همکار ما هست نامش را نمیگیرم کلگی از اما طرز تکلمش که در برنامه گپ میزنه کلگی میشناسیش صبح آمدم امروز شید میبری کردیم از اون دور زده کرد بابی سلام عیدت مبارک خینی خینت خب علی خینی خینت ازی یک رقم مشهور شده به همه گی هر کسی را که ببینه او خینی خینت مقصد خیبر نیست نیخوی آداری کنی دیگه برات چی آماده کنیم آوازخانه خود قدر خوش ندارن که از غذای چرب نوشجان کنن یک فست فود یک غذای که ساده بر تا آماده بسازم چی دارم دست شما درد نکنه سلامت بشی لطف نکنی تخم سرخ شده ای که همراه با نصفش مرچ و نصفش ساسج است خیلی خوب است خب اینا رو مگه هرچی از دوست رسد نیکوست خیلی ببینی تشکر من خیلی آماده میسازم فکایی یا خاطره جالب فکایی داری یا خاطره جالب نه فکایی رو گفتم دیگه خاطره فکایی دارم برات گفتم دیگه یک خاطره جالب براتون میگم اوه بهتر یک خاطره جالب این قسم بود که ما یک هتل که آرسیا برگزار میشه محفل داشتیم سه منزل هتل بود که در منزل اولش یک هنرمند بود در دومش سالون دیگه هنرمند بود و در سالون بالایش ما بودیم نفر آمد گفت که آستابرو را بخوان
ما استابرو رو شروع کردیم صاحب، یک انتره خواندیم، دو انتره خواندیم، سه انتره خواندیم صاحب، کس نامد پیدا نشد و عروس داماد حسابش مانان شد. آخر برادر داماد آمد گفت شیوا صاحب نخون که از منزل پایین بود. باز دفعه دوم بالا چند دقیقه بعد باز آمد گفت ما استابرو رو بخوانین باز. بعد ما شروع کردیم باز یک دو انتره خواندیم، باز آمد گفت نه نخونین که از منزل دو بود. ما گفتم دیگه نمیخوانم، یک نفر چه مشخص بکنین که مرا خبر بکنه که واقعا از خود دانس یا نه. شما هر عروس که از سرک تیشون دارم میگه استابرو رو بخونم تو خونه میشه. فکر کنم اون نفرم که گفت سالون رو اشتباه کرده که آمد از سالون رو پایین بالا آمده. ما خب برنامه آشپزی رو همیشه میبینیم که مثلا خودت به نام خدا بچه بسیار با استعداد و یک بچه خلاق مثلا که غذای آماده میکنیم، یعنی واقعا جالب است. یاد میگیریم ما مثلا از برنامه شما. بله. چقدر همیشه مثلا وقت میشه که خودت آشپزی میکنی و چه قسم علاقمند شدی که آشپز شوی؟ ای مثلا این مسلک انتخاب بکنی دلیلش چی بود؟ گشنه خواه نمیمانی در خانه زیاد، مثلا شوخ بوده باشی میرفتی بیرون ساعتی دیگردن میامدی که نان نیست مجبور میشدی نان چایی بخوری مثلا یا عید نخوری چطور؟ علاقه من شدی که یعنی خودت آشپز شدی که اگر اگرخ در نان هم نموندن پخته کنی خودت بخوری. ای خو با خودت مربوط نمیشه؟ ای کار خودم هست؟ سوال من رو جواب بده. مربوط نمیشه چیسته؟ خواستم شوخی کنم همراه. اینمه علی ایدری همراه با رامش هر دوی زیاد بالا اینمی کار را نمیکنن همراه سپید. و میپوان که در گوشی چی میگن؟ خب در هر جا که میمون شدوش کنیم که دگر رفیقای نم روی خوب نبری کنیم میره خم آزار میتن خودتا. آشپزی را من خودم دوستی برنامه دیگه هم گفتم که از اول یک چیزی هست که می هر کس شکمبو بود خوب آشپز است. من از اول شکمبو بودم، از اول من غذا را خوش داشتم و نصیب قسمت بود. اما هر وظیفه، هر کار برابر میشه یک بار. نه برابر خوب میشه، باز انتخاب خود آدم هم میباشه. یک چیز مثلا که خود انتخاب میکنی، امور آره مثل که من مثلا انتخاب کردم من باید آواز بخوانم. نه انتخاب کردم من. از طفولیت انتخاب کردم مثلا امیر علاقمند بودم گفتم که من باید آوازخوان شوم. کوشش کردم، تلاش کردم. منظور من این بود که تو ناخواسته خو آشپز نشدی، خودت خواستی که آشپز شدی دیگه. انتخاب اگر راستش پرسون کنی علاقه به آشپزی داشتم ولی ناخواسته انتخاب شد. ولی خوب اومدی. ولی خوب اومدم. اگر ناخواستم بوده یعنی نام خدا استعدادت و خلاقیتایی که مثلا انجام میدی آشپزی و کاری که انجام میدی خوب است. قابل تحسین است. خداوند ازار با شکر داد خداوند سمی هر رشته که پیش میری یک استعداد خدایی میباشم. حتی هر کس هم نمیتونه که آوازخوان شوه و آوازخوانی کنه، چون خداوند یک استعداد برش میته، یک گلون میته، یک صدای برش میته که آواز میخونه. یعنی میرخم دیگه رشته هم میرخم از اصلا انتخاب اصلی من انجینری بود و ساینس کامپیوتر بود که در کامپیوتر خونه شد و در انجینری خود رساندم و رشته اصلی ما انجینری بود. ولی حالا که در آشپزی هستم بازم خوش هستم. یعنی خوب است. بازم مانده نباشیم. سلامت باشین. تشکر. این حالا من سیر من اندازم. سیر من انداختم یعنی قدر من باور کنی امروز یک رقم امتو نمیفهم چی گپ هست. خوب یک اشتیای یک غذای تند آمد. برو بم یک شکل خوب آمدهش کنیم. و این مرچ انداختیم و ایرام ساسچاشه که میده میده کردیم ایرام انداختیم. اینه میرخم اینا را مندازم خلاص میشم از یه ازا اینا را همش انداختم منتظر باشه که از یه آخرش چی جور میشه و میریم یک وقت فکر کوتاه زود و زود برمیگردیم. خوش آمده ازا به ادامه برنامه و همیرقم غذایی را که میخواییم آماده بسازم تقریبا آماده میشه و نمک ساعت شما هم اضافه کردم. شما هم باید نمک ساعت شما استفاده کنی. در این روزهای ایت از این گوشت های سرخ شده و غذای چرب یک ذره متوجه خود باشه که چی نشه؟ باعث چربی خون و مشکلات دیگه تا نشه، متوجه خود زیاد باشه. و ایام ساس مورد علاقه خودم از یک کمکار دیگه این بود، از او تبدیل شد، حالا به خودم تبدیل شد. این را باور میکنه یک همکارم خیلی دوست داشت، برای او میآوردم و یک دفعه هم موتاد میسازه. هر روز باید از یک دفعه یک چشک باید بزنی. اینک
این تقریبا آماده شد. رشا جان از ایساس تو بگی یک چشک بزن چه رقم است؟ نه ما تو چه داره خالی خالی نمیخورم. خودت نشتان کو کم که؟ نه هیچ نمیخورم ضرور که. این قیاد. این هم خامنه نمیخورم. این قیاد. اونم از اون کده کم هم نمیخورم. نخواده. جوس دارم اینجا. جوس نمیخورم. خب جوس مونده. چی یک جوسی آماده ساختی. خب اینا هم آماده شد. ما اینا رو اینجا بگذارم. خب رشا جان نگفتی که امه غیر از آوازخوانی کدام وظیفه دیگه هم داری کار و بار؟ بله ما خوشبختانه افسر پلیس هستم. واه نه وزارت داخله و وظیفه مقدس پلیس هم به عهده ما است که اونجا هم در خدمت مردم خود هستیم و از طریق هنر آوازخوانی هم در خدمت مردم خود هستیم. بسیار عالی. در بخش موسیقی وزارت داخله وظیفه دارم. به نام انسامبل پلیس هست، یک گروپ موسیقی هست که مربوط به وزارت داخله میشه. خب همینجا وظیفه داشتم دیگه تقریبا تا یکی دو ماه پیش. دیگه فعلا به خاطر این مسائل کرونا و میگم سخن کمک کارا 50% است. در مقصد هستیم، در وظیفه رسمی دولتی هم هستیم، افسر پلیس هستم. والا راجع به کرونا گفتی خدا خراب کنه کرونا را بسیار ضربه زد. همه گیرم. و هنوز هم یک دیداری هست که سر کرونا رشخندی میکنن. باور ندارن. باور ندارن کرونا چیست. یک کس دیگه هم بود کرونا رو میگفت کرونا چیست. خداوند نگاه کنه، بیشک نگاه کنه. گوشش. ما باشه جان یک چیزی رو براتون قصه بکنم که یعنی واقعا دوستای عزیزی که برنامه رو میبینن پند بگیرن از این گپ. ما رفته بودم بر خرید. بله. از اون مغازه‌ای که من میخواستم خرید بکنم یک کسی شیشته بودم اونجا، ماسک هم نداشت، دستکش هم نداشت. و من شیشته بود سگرت میکشید. ما سودا را گرفتم، در خوردم، ماسک دستکش داشتم. گفتم که یه در قندمی کرونا را این دقصه ایش نیستی. تو نه ماسک داری نه دستکش داری، یک کمک به فکر جان خودت باش. گفت نه بدر به فکر جان خودم باشم، یک قدر کمک میاد چرا بار کت پیسه نمیده. من پیسه ماسک ندارم. گفتم دمی 5-6 دقیقه که من از این دکان آمدیم که خرید بکنم، دمی فاصله 5-6 دقیقه خود دو دانه سگرت کشیدی. یا خود سیگرت نه فهم چند میخری، 30 روپیه میخری، 50 روپیه میخری یا خود سیگرت ها، چون من سیگرتی نیستم نه فهم قیمتش چند است. مثلا تو یا خود سیگرت میخری و حداقل 30 روپیه 50 روپیه میخری، 50 روپیه ده دانه ماسک میشه. راست میگی. تو میگی پیسه ماسک ندارم. مگر اگه برام دولت کمک کرد پیسه داد ماسک میخرم، مگر نداد سر کرونا زور است. ما پهلوان هستیم راستی. مرا میگه ما پهلوان هستیم، ما از کرونا نمیترسم. گفتم اگر دولت برات پیسه داد و رفتی ماسک خریدی در مقابل کرونا چیز میکنی، رعایت میکنی، اگر نداد پهلوان هستی. پهلوان هستی. اینطور آدم ها هم داریم در جامعه. بله در جامعه همیریخ هم آدم ها پیدا میشه. خود دوست داریم نگه. اگر نفر که خود دوست نداشته باشه از چه توقع داری؟ کسی که مراعت نمیکنه خودش دوست نداره. خود دوست نداره. نظر من ایست. خود چقدر زیاد دوست داری؟ خیلی. بسیار زیاد؟ هیچ کسی به اندازه خودم دوست ندارم. چرا؟ حال خودم دوست دارم باز دیگاره. چرا؟ قصه سرمنگزه که گفتی از اون میاد گرفتیم مال من بود. عزیزا میفهمی که رشاد جان خیلی دوست دارم و برای لازی که میمان برنامه است یک دوست بسیار خوب هم است. سلامت باشید. یکان مزاقه رو بین خود داریم و من افتخار بکنم که خودت من به عنوان دوست قبول کردی. قربانتان. بعضی وقتا آزارش میتم یکان وقت هیده خمتنه من خودشم آزار میته ولی بعضی وقتا چیزایی میگه که خیلی آزار میته. خب رشا جان میریم یک آهنگ خودت میشنویم. من خزارم تا وقت در خواب یک جور کنم از خودت یک آهنگ میشنویم. چشم. من جو عاشقی زاری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم. بیا قدمو بگردی جوره جوره که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم. بیا قدمو بگردی جوره جوره که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم.
سرای تو بشینم تا بیایی، نمازی شام و یا هم در بگی، نمازی شام و یا هم در بگی. دخکنم صورتی چون پرسی ماهی، بیزنم شاند از امویای دلائی، بیزنم شاند از امویای دلائی. دخکنم صورتی چون پرسی ماهی، بیزنم شاند از امویای دلائی، بیزنم شاند از امویای دلائی. نوربند جو عاشقی زاری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم. بیا قدمو بگردی جورا جورا، که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم. بیا قدمو بگردی جورا جورا، که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم. مکی عاشق ز چشمای تو باشم، اسیری روی چون ماهی تو باشم، اسیری روی چون ماهی تو باشم. بیا دست خوب دیدا دست عاشق، که دیوانه سر و پای تو باشم، که دیوانه سر و پای تو باشم. بیا دست خوب دیدا دست عاشق، که دیوانه سر و پای تو باشم، که دیوانه سر و پای نوربند جو عاشقی زاری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم، علی جو من خریداری تو هستم. بیا قدمو بگردی جورا جورا، که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم. بیا قدمو بگردی جورا جورا، که من دایم گرفتاری تو هستم، که من دایم گرفتاری تو هستم. دایم گرفتاری تو هستم. واو واو، بسیار عالی بود، بسیار خوبش بود. سلامت باش، تشکر، زنده باشی. ایام آماده شد. اگر تون بود دیگه مرا غرض نیست. اگر چی بود تو را غرض نیست؟ توست، تیز. تون دیگه بود تو را غرض نیست؟ آه. هکی دیگه غرض است؟ خود مرچه. خب. چرا تون دست؟ خب مرچه باید کم منداختی نه بشی جان. معلوم دار است که خب خوشمزه خو است. و خدا کنه که به قول خدا تون نباشه زیاد. یاد پتستش کن. بچشم؟ آه تون دست. فکر نکنم خزیان بلا مرچایش خطرناک است بخدا. نه خدر تند شام نکردم. تندی رو یک بار برای یک همکار دیگه ایم بود، او هم نام خدا مثل ایمی علی که حال داریم، یک علی دیگه هم داشتیم، او بسیار شوق بود. برای او گفت که مرچ بنداز، مرچ انداختم، یک بوتل تبسکو را من داد، هات ساس را من داد، یک دونه مرچ تراز را میخیرم گرفت، افتی را میخورم. ایره خورد خوب بیچاره دیگه فیصله شد. آه سبا صبح کی زنگ زد بشی چی کنم، یک چرا و چاره را بگو که تندی ازید میده من خراب کرده، چی کلمه زد یعنی سر میدهش تاثیر کرده بود زیاد. چطور بود؟ بسیار مزه دار دارم واقعا. ساس نخوردی نه؟ ساس نخوردم ولی اینجا تمش اینجا مشخص است. چقدر ترش است؟ آه تمش مشخص است. خیلی خب. میبینی خانه تا باد دست درد نکنه، سلامت باشی. سلامت باشی. زحمت کشیدی. شما زحمت کشیدی که تا این قسمت آمده و وظیفه ما را انجام دادی. زنده باشی. لطف شماست، مهربان هستی و بخش آخر برنامه است. اگر کدام پیام یاد مبارکی که کسایی که در جریان اید نتونستی میتونی از طریق کمر تلویزیون یک اید مبارکی کنی. خب در قدم اول تشکر میکنم از خودت بشی جان که لطف شماست، مهربان هستی، یادت بودیم ما رو دعوت کردی برنامه از دوست بسیار خوبم رامجان الهامم. تشکر میکنم از تمام عواملی که در این برنامه سهیم هستن. تشکر میکنم، کامرمن است، ادیتور است، کارگردان است. و تشکر میکنم از رهبری تلویزیون یک که همیشه لطف کردن و ما را قدر کردن، خداوند قدرشان بده.
و برای تمام دوستای عزیزی که بیننده برنامه هستن یک بار دیگه از همین مقعد تبریک میگم و کسایی که نتونستیم خدمتشان بیایم ازشان عذرخواهی میکنم عاجزانه و عید برشان تبریک میگم و دعا میکنم که خداوند این مصیبتی که در افغانستان آمده چی جنگ و چی همین ویروس کرونا خداوند در دی ازیر از کشور ما همونطور بیشینه و ریشکن بسازه یک کشور در فضای صلح و آرام داشته باشیم که بتونیم رسالتی که به عهده ما هست به وجه احسن انجام بدیم. خوش باشین، سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. عزیزی هم بود برنامه ما و باز هم در اخیر برنامه عید به تمام شما عزیزان تبریک میگم، خصوصا کسایی که نتونستیم دیده دیگه عیدشان از اینجا تبریک باشه و لطفاً ما قربانی کردی همه چیزا کاشته در خلطه بندازی در باطل دانی یا گروش کنی این دفعه چندم است میگم لطفاً این کارا کنی. این بود برنامه امروز و خیلی برنامه آشپزی را هم فراموش نکنی، برنامه ویژه برنامه تلویزیون را که فراموش نکنی، خصوصا گلبانگ. تا برنامه بعد خداحافظ. ناصر شما.